سلامت روان فرد و خب یک پله بالاتر خانواده و از اون بالاتر جامعه. دلیل اینکه این موضوع رو در نظر گرفتم برای این هست که ما بدونیم تمام تلاش هایی که داریم انجام میدیم در صورتی که قانون در ایران کنونی عوض نشه، فقط فرد عوض بشه، اون قانون اساسی و اون خود اصل جمهوری اسلامی عوض نشه، تلاش ها به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه. بنابراین حتما باید قانون، اصل قانون و اون ریشه عوض بشه، کاملا تغییر کنه، قانون جدید بیاد، قانون متمدنانه و اخلاقی بیاد و در اون صورت تلاش های ما به ثمر میرسه. مهمترین عامل در رفتارهای اجتماعی قانون هست، یعنی رفتارهایی که ما توی اجتماع در مقابل هم انجام میدیم. مثلا یه ماشینی پیش جلوی من، اون رفتار یه رفتار اجتماعی، اگر من به ماشین فحش میدم یک رفتار اجتماعی هست. این رفتارهای اجتماعی رو قانون بهش جهت میده. بنابراین وقتی ما از یک فرهنگ صحبت میکنیم، مثلا ما میگیم ایرانی ها این فرهنگ رو دارن، ایرانی ها این رفتار رو دارن، این عاملش قانون هست، یعنی قانون اون رفتار رو به وجود آورده. این نیستش که ایرانی ها اون ژن رو دارن که اون رفتار رو دارن. وقتی که قوانین تبعیض آمیز باشه، واپسگرایانه باشه، رفتارها هم تبعیض آمیز رو واپسگرایانه هستن و این رفتارهای واپسگرایانه از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه و اینجا چی شکل میگیره؟ فرهنگ شکل میگیره. فرهنگ در جوامع این شکلی شکل میگیره که ما رفتارها رو تکرار میکنیم، از نسلی به نسل دیگه منتقل میکنیم، میشه فرهنگ اون جامعه، میشه عرف اون جامعه، میشه سنت اون جامعه و بعد میان اکثریت یک جامعه رو با اون فرهنگ میسنجن. مثلا میگن ایرانی ها مثلا تعارفی هستن، اکثریت رو با اون فرهنگ میسنجن. و مثلا وقتی که توی قانون، در قانونهای تبعیض‌آمیز، پدر در قانون صاحب دختر هست، وقتی که شوهر در قانون مالک همسر هست و زن در واقع شیعی هست که از یک صاحب به یک صاحب دیگه منتقل میشه، کمترین تأثیر فردی که روی زن میذاره اون احساس حقارت و خودکمبینی هست. و در خانواده وقتی که دختر احساس میکنه پدر صاحبشه، پدر اجازه خیلی از کارها رو بهش نمیده، پدر تنبیهش میکنه، پدر اگر فرزندش رو بکشه دفاع از ناموس کرده، اینا چیزایی هست که قانون این اجازه رو میده، قانون این راه رو باز میکنه، در واقع قانون این بلیت رو به مردها میده. وقتی که این باشه توی خانواده اون عشق واقعی جریان پیدا میکنه و اون بعد از جامعه، از خانواده بیان بیرون، در جامعه وقتی که ما به عنوان یک زن نگاهی به همون میشه که ما دوم هستیم، ما پایین تر هستیم، ما جنسیت دوم معرفی میشیم، در اون صورت ما توی جامعه احساس احترام نمی کنیم، احساس امنیت نمی کنیم، احساس عزت نفس نمی کنیم. اینا تأثیراتی است که روی روان ما میذاره. این احساس حقارت در زنها هست و اون رو میارن وارد خانواده میکنن، چون زن میره تشکیل خانواده میده، یا حالا به هر حال خواهر و برادر، پدر و مادر، فرزند. ما میایم اون حس حقارتمون رو به عنوان یک زن درونمون داریم، ایجاد شده، به ما دادن. هر چقدر هم پدرها و مادرها، پدرها و برادرهای با فرهنگ و آگاهی داشته باشین، قانون بهشون اجازه رو داده و اونها در هر کجایی که حواسشون نباشه از دستشون در میره و اون حس حقارت رو به ما میدن و ما میایم این حقارت رو منتقل میکنیم به اطرافیانمون. چه اتفاقی میفته؟ یا اطرافیان ما، فرزندانمون رو مثال میزنن، میان اون حقارت رو میپذیرن و من میگم خب من موجود دومم، من حقیرم. وقتی که میپذیرن تبدیل میشن به یک شخصیت مهرطلب، شخصیت های چسبنده، یعنی بعدا توی جامعه تو با جنس مخالفشون، با همسرشون، با پارتنرشون تبدیل میشن به آدمایی که هر چقدر بدرفتاری میبینن، حتما شما چه این آدمایی رو دیدین، بازم میچسبن به اون آدمه، نمیتونن رها کنن، چک و لگد و خیانت نمیتونن ول کنن، چسبیدن به اون آدمه بهش محبت میکنن. اینا آدمای مهرطلب هستن و دلیلش اینه که تحت تسلط یا تحت تربیت یک آدمی که حس حقارت داشته تربیت شدن. یا اینکه اون طرف هم هست، این حس حقارت رو شخص نمیپذیره، اون مال شخصی بود که نمیپذیره، حس حقارت رو نمیپذیره، داره ها ولی نمیپذیره، انکارش میکنه، نه 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 من نمیپذیرم، داره درونش هست،
خیلی خیلی تنها بشه، با خودش میدونه که هست ولی همش میخواد انکار کنه، میخواد نشون بده که نیست. این چی میشه؟ این میشه شخصیت خودشیفته. دو تا اختلال شخصیت و اختلال رفتاری که در جامعه اکنون ایران بالاترین آمار رو داره. شخصیت رفتاری خودشیفته، نگاه از بالا به پایین، من بهترینم، من خیلی دارن ایرانی ها این رفتار رو، یا اختلال رفتاری مهرطلب. و حالا یک سوال، البته حرفی که عزم جون صحبت کرده بودن که داده ها پنهان میشه در این موارد، در مورد اختلالات رفتاری، اختلالات شخصیتی هم داده ها واقعا پنهان میشه، در مورد بیماری هایی که وجود داره، افسردگی هایی که وجود داره، اصلا داده های واقعی از داخل کشور بیرون نمیاد، ولی روانشناس هایی که توی ایران کار میکنن میدونن که چه خبره، ولی خب بیرون نمیاد، پنهان میشه. حالا اینجا یه سوالی که مطرح میشه، یک سوال خوبی هم هست، اینه که حالا قوانین واپسگرایانه است، بدویه، ما میتونیم چیکار کنیم؟ بیایم مردم رو هوشیار کنیم، آگاه کنیم، با فرهنگشون کنیم، بهشون یاد بدیم، اینترنت وجود داره، تکنولوژی وجود داره، بهشون یاد میدیم، اخلاق، فرهنگ، آموزش میدیم. جواب این هست که نمیشه. نمیشه قانون بد باشه، رفتار اجتماعی درست باشه. قانون خشت اول رفتار اجتماعیه. شما نمیتونید خشت اول رو بعد بذارین و بگین دیواره باید صاف بشه. نمیشه. خشت اول چون نهد معمار کج، تا سرایا میره و دیوار کج. اینه که نمیشه قانون رو عوض نکرد و فرهنگ رو عوض کرد. بنابراین ما نمیتونیم قانون بدوی داشته باشیم بعد بیاریم انتظار داشته باشیم که رفتار متمدنانه باشه، رفتار درست باشه، اخلاقی باشه. نمیشه. من برای اثبات حرفم یک پرفورمنسی رو براتون مثال میزنم که در واقع یک پرفورمنس هنری بوده که سالها پیش انجام شده، اما بعد تبدیل شده، اینقدر نتایج جالبی داده، تبدیل شده به یک مطالعه بسیار مهم روانشناسی و جامعه شناسی. البته اسم این پرفورمنس شاید شنیده باشین، هست ریتم صفر. در اون یک هنرمند که میومد نمایش های هنری اجرا میکرد، یک نمایش هنری اجرا کرد و افرادی که میومدن خب برای دیدن اون نمایش، افرادی بودن که اهل هنر، اهل ادب، اهل یاد گرفتن، آموزش، این افراد بودن. در نظر بگید چه جمعیتی، من اومدم اینجا میخوام یک پرفورمنس هنری بذارم. یک میز بزرگ گذاشته بود اونجا، 72 شیء روی این میز چیده بود، شیء مختلف که هیچ ربطی به هم نداشتن، آب، مشروب، چاقو، تیغ، تناب، پارچه، خودکار، هر چیزی که به هم ربط نداشته باشه، 72 تا شیء گذاشته بود روی میز و روی اون میز کاغذ زده بود و خودش هم بدون لباس ایستاده بود، یک خانم بعد روی اونجا کاغذ زده بود، گفته بود که این پرفورمنس رو من با اختیارات خودم انجام میدم و هر اتفاقی که اینجا بیفته مسئولش من هستم، بدون نگرانی، بدون در نظر گرفتن قوانین، شما هر کاری که بخواید طی 6 ساعت میتونید با من انجام بدید، من بدون حرکت میستم و اینطوری ایستاد. ریتم صفر، میتونید سرچ کنید راجبش فکر کنید. چه اتفاقی افتاد در این مردم با فرهنگی هنردوستی که اونجا نشسته بودن؟ خب اول یه ذره نگاه کردن، حالا واسه شروع همیشه یه ذره سخته. بعد اولین نفر بلند شد و حالا مثلا گل سرخی که اونجا بود زد مثلا به صورت خانمه، کم کم راه افتادن، یکی صورتش رو با تناب بست، یکی با پارچه کشید، یکی با خودکار نوشت، کم کم با چاقو بهش جراحت وارد کردن. مردم با فرهنگ و هنر دوست، حتی یه اسلحه پوری که روی میز بود روی سرش گرفتم که خب حالا آدم های دیگه بودن که اون اسلحه رو پرت کردن بیرون و نهایتاً قبل از اینکه 6 ساعت تموم بشه با آسیبی که به این زن وارد کردن این اجرا قطع شد. و خب این در واقع یک کار هنری بود ولی خیلی نتایج جالب روانشناسی داشت و نتیجه اصلش این بود که اگر قانون نباشه، اگر محدودیت برای رفتار نباشه، حتی انسان‌هایی که بسیار ادعای فرهنگ و اخلاق می‌کنن در شرایط خاص تبدیل میشن به موجوداتی وحشتناک و هر کاری از دستشون برمیاد. بنابراین همیشه باید قانون باشه. ما نمیتونیم بگیم قانون نباشه، رفتار درست باشه، اخلاق باشه. و در ایران کنونی ما هم تنها راه برابری
قوانین جدید هست بر مبنای اخلاق، بر مبنای تمدن. قوانین میتونن با توجه به شرایط تغییر کنن. قوانین چیزی است که ما بگیم دین اینو گفته، شریعت اینو گفته، باید این باشه. نه، این نیست، این قانون نادرسته، این قانون اخلاقی نیست، این قانون اصلا نادرسته. و همه جای دنیا ما داریم میبینیم طبق شرایط، شرایط عوض میشه، یک سری قوانین هم عوض میشه. و ما هر چقدر هم که تجمع، شعار و مطالبه داشته باشیم، تا زمانی که قوانینمون تغییر نکنه راه به جایی نخواهیم بود. بنابراین مسیر رسیدن به برابری راهش تغییر قانون هست و به این دلیل هست که ما باید نه بگیم به جمهوری اسلامی، نه بگیم به قوانین اسلامی و نه بگیم به حکومت مذهبی.